خاورمیانه در سیاست جهانی 25 فروردین 1397 14 آپریل 2018 فایل صوتی اول. سلام، به 8 برنامه خاورمیانه در سیاست جهانی خوش آمدید. قبل از آغاز برنامه یک توضیح رو لازم می‌دارم. این برنامه تا کنون در روزهای جمعه در کانال تلگرام و همچنین اکاونت فیسبوک شخصی من منتشر می شده، اما از این به بعد در مواردی که در روزهای جمعه در تلویزیون من و تو مشغول ضبط برنامه باشم یا به هر دلیلی حجم کارهای آخر هفته اجازه ضبط و پخش برنامه را ندهد، ممکن است این برنامه در روزهای شنبه منتشر شود. اما سعی می کنم در مواقع عادی طبق همون روال سابق هر هفته تا قبل از ساعت 9 شب جمعه در تلگرام و فیسبوک منتشر کنم. در این برنامه در بخش نظری به معماری اقتصاد سیاسی جهان پس از جنگ دوم جهانی می‌پردازیم که تأسیس نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شاخصه اصلی آن دوران بود. در بخش مرور تاریخ هم به مناسبت سالگرد صدور حکم دادگاه میکونوس به تأثیرات آن بر رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران خواهیم پرداخت. اما قبل از اینها نخست مرور رویدادهای هفته‌ای که گذشت. از خبرهای داخلی ایران این هفته باید بگوییم که هفته دلار و کشاورزان بود. کشاورزان اصفهانی که اعتراضاتشان را با شعار سوریه را رها کنید، فکر به حال ما کنید در طول هفته ادامه داده بودند، باعث خشم امام جمعه اصفهان شدند که چند هفته پیش در صفوف نماز به او پشت کرده بودند و دیروز اعلام کرد که دیگر به کشاورزان اجازه اعتراض نمی‌دهد. اما آنها بی توجه به هشدار او امروز هم به اعتراضات خود ادامه دادند. در کرمان نیز کشاورزان به پایین بودن قیمت گوجه فرنگی و عدم حمایت دولت از آنها اعتراض داشتند. در سیستان اعلام شد که حجم زیادی از هندوانه های کشاورزان به خاطر کمبود وانت از بین رفته است و خبر بد دیگر از آن دیار این که 90% قنات های بلوچستان خشک شده. دلار هم حال روزی بدتر از کشاورزی ایران داشت. اوایل هفته که قیمت دلار به بالای 6000 تومان رسید، دولت اعلام کرد نرخ را تگرزی کرده و معادل 4200 تومان خواهد بود که از اول معلوم بود اقدامی ناممکن و غیر عملی است و تنها به نایاب شدن دلار و قاچاق بیشتر انجامید، که البته راهکار آقای مکارم شیرازی هم اعدام چند چهره دلاری بود. امروز اعلام شد که تزریق دلار از سوی دولت پایان یافته که احتمالاً به معنی پایان کاهش تصنعی ارز و اوج گرفتن مجدد آن باشد. شهردار تهران که هفته را با دستور حمایت از کالای ایرانی آغاز کرده بود، چند روز بعد به بهانه بیماری مجدداً استعفا داد که این بار پذیرفته شد. اما مطهری ادعا کرد که علت استعفا سیاسی بوده نه بیماری، چرا که بخشی از حاکمیت با شهرداری او مخالف بودند. او همچنین از روحانی انتقاد کرد که از وعده‌های انتخاباتی خود عقب نشینی کرده. بحث داغ فیلتر تلگرام به سخنرانی خامنه‌ای هم رسید. او با اعلان حمایت از پیام رسان‌های داخلی اعلام کرد که تعرض به مسائل خصوصی مردم حرام است، با این امید که شاید باعث رفع نگرانی مردم در استفاده از جایگزین تلگرام شود. احمدی نژاد و سعید مرتضوی این هفته هم خبرساز شدند. 43 تن از اعضای دولت و نزدیکان او از مواضع اخیرش اعلان براءت کردند. متولی امامزاده صالح هم گفت که دیگر احمدی نژاد را راه نمی دهد. مرتضوی هم که گویا محکومیتش قطعی شده، طبق ادعای مقامات قضایی گم شده است و بسیاری نگران فراری دادن او هستند. اما دستگاه قضایی رامین حسین پناهی را نه تنها گم نکرده که حکم اعدامش را هم تایید کرده است که باعث راه اندازی کمپینی توسط پدر و مادر سالخورده او و نزدیکانش شده. خبر رکورد شکستن آمار طلاق در سال 96 با 175 هزار طلاق در کنار اظهارات معاون وزیر بهداشت قرار گرفت که از اختلال روانی 23% بزرگسالان در ایران گفته بود. و نکته طنز هفته هم رسوایی
پستون گیت بود بر وزن واترگیت که سر آسیما لوگوی باشگاه روم ایتالیا را اسلامی کرده بود. ایران در منطقه هم هفته پرتنشی را گذراند. خط و نشان کشیدن های علی اکبر صالحی ادامه یافت و اعلام کرد با منتفی شدن برجام طرف های دیگر ضرب شستی قوی خواهد خورد. فرمانده نیروی زمینی ارتش هم مژده دستیابی به زرادخانه عربستان را داد، البته به شرط ظهور امام زمان. اما اسرائیل فقط تهدید نکرد بلکه عمل هم کرد و یک پایگاه ایران در سوریه را منهدم کرد که به کشته شدن چندین نفر انجامید. طبق معمول ولایتی بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که این حمله بی پاسخ نمی‌ماند. اما سید حسن نصرالله با اعلام جزئیات ادعا کرد که اسرائیل وارد جنگ مستقیم با ایران شده. فرمانده حوثی‌ها هم در واکنش به تحولات سوریه بهترین پاسخ را حمله مستقیم به اسرائیل و عربستان دانست، بی توجه به عواقب آن و البته با مسئولیت مردم ایران. این حملات لفظی مانع تشدید فشار اروپایی ها و تمدید تحریم های حقوق بشری نشد که با استقبال آمریکا مواجه شد و همزمان وزیر دارایی آمریکا هم از افزایش تحریم ها و اعمال فشارهای جدید علیه ایران سخن گفت. در چنین شرایطی ظریف ترجیح داد به آفریقا و آمریکای جنوبی سفر کند و به گفتار درمانی خود که در منطقه شکست خورده در این بخش‌های دیگر جهان ادامه دهد. اما مهمترین رویداد منطقه در این هفته حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه بود که از هفته پیش شواهدی از مقدمات آن دیده می‌شد. سازمان دیدبان حقوق بشر از افزایش قربانیان حملات شیمیایی دوماس خبر داد و امانوئل مکرون اعلام کرد که شواهدی در تایید این حمله در دست دارد. ترامپ هم پس از کش و قوس فراوان و موضع متناقض در توییت‌هایش نهایتاً شامگاه دیشب فرمان حمله را صادر کرد و بیش از 100 موشک به سوریه شلیک شد که خوشبختانه تاکنون تلفاتی انسانی گزارش نشده است. پوتین که اعلام کرده بود در صورت حمله هم موشک‌ها را می‌زند و هم مکان شلیک موشک‌ها را نابود می‌کند، فعلا هیچ اقدامی نکرده و تنها به محکوم کردن بسنده کرده است. و گناه ناتوانی در انهدام موشک‌ها را هم در کهنه بودن سپر دفاعی سوریه دانسته که گویا مربوط به دوران شوروی سابق است. از این فرصت هم برای فروش موشک‌های S-300 خود به سوریه استفاده کرد که اگر فرضاً به خاطر شرایط اقتصادی سوریه فعلا پولی هم دریافت نکند، حداقل بر میزان طلبکاری خود از سوریه و ایران خواهد افزود. همچنین در شرایطی که روسیه استفاده از سلاح شیمیایی را کاملا انکار میکرد، یکی از ادعاهایش در آن سوی جهان دروغ از آب درآمد. سازمان منع تسلیحات شیمیایی موضع بریتانیا در مورد مسموم شدن جاسوس سابق روسی را تایید کرد و منشأ مواد استفاده شده را هم روسی دانست. رویداد ناخوشایند دیگر برای روسیه و به طریق اولا برای ایران حمایت ترکیه از حمله سوریه بود که تصورات آنها در جذب این عضو قدیمی ناتو به جمع خود را نقش براب کرد. چند روز پیش ترامپ تلفنی با اردوغان تماس گرفته بود. البته این تحول و بازگشت مجدد غربی ها به بحران سوریه برای اردوغان هم زیاد خوشایند نیست و احتمالاً مانعی برای ادامه جاه‌طلبی های ترکیه در شمال سوریه خواهد بود، مخصوصاً در مورد فرانسه که ظاهراً جدی‌تر از سابق وارد منازعات سوریه شده است. به این ترتیب به پایان بخش اول امروز می‌رسیم. در فایل دوم به بررسی جایگاه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌پردازیم و در فایل سوم و بخش مرور تاریخ هم از صدور حکم دادگاه میکونوس میگوییم.